بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. رهرو به منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. کوچه ایرانیان. منم گفت بودم من یه حاجی بازاری هم، اینی که به من میگفت حاج آقا، گفت ما دیگه از مرز ایران رد شدیم وارد ترکیه شدیم. من واقعا بلند بلند شروع کردم گریه کردم، اینو بدون تعارف به تو میگم که سرانجام وضعیت نابهنجار تاریخ مملکت ما این فضا رو ایجاد میکنه که دموکراسی رو نمیشه در این جامعه به دست آورد. با درود فراوان به شما، تماشاگر برنامه کوچه ایرانیان هستید، برنامه‌ای که به بررسی جابجایی چندین میلیون ایرانی میپردازد. طی چند هفته گذشته که برنامه مصاحبه دو شاعر نامی ایران، سیمین بهبهانی و نادر نادرپور ارائه گردید، چند تن از صاحبان رسانه‌های ایرانی تقاضای پخش آن را از تلویزیون خود کردند که بالاجبار توضیح داده شد برنامه‌های کوچه ایرانیان نتیجه 35 سال پژوهش و کار مدام است که با هزینه بسیار زیادی همراه بوده و انحصاراً متعلق به IR TV و بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان میباشد و پخش این برنامه‌ها در تلویزیون ایران فردا فقط قسمتی از این آرشیو غنی تهیه شده را در بر می‌گیرد، زیرا کتاب و فیلم آن در دست تهیه است که در سال آینده منتشر خواهد شد. به همین دلیل این برنامه‌ها ثبت کپی‌رایت شده و هر نوع استفاده از آن غیر مجاز می‌باشد. و اما در این هفته میشه گفت که برای اولین بار یک ایرانی مهاجر که ملبس به لباس روحانی هم بود در کشور استرالیا دست به گروگانگیری زد، به سبک داعش پرچم اسلام را هم به نمایش گذاشت و هر حال گل بود به سبزه نیز آراسته شد. البته اعلام گردید که این مهاجر که محمد نام دارد بعض روحی پریشی نیز داشته است. خب کدام مهاجر است که از سلامت روح و روان خوب برخوردار باشد؟ ولی به هر حال گروگانگیری او و به کشتن دادن دو استرالیایی جنایتی بی همتایی بود که توسط یک پناهنده ایرانی صورت گرفت و این بعد تازه به اقامت مهاجران و کوچکنندگان ایرانی می دهد. با این آرزو که پس از این شاهد این نوع فجایع نباشیم، می پردازیم به ادامه پیگیری دلایل مهاجرت هموطنان ما. امروز می نشینیم پای صحبت دکتر کریم لاهیجی، حقوقدان و فعال سیاسی. آقای لاهیجی همچون خیلی از تحصیل کرده های دهه 40 و 50 ایران پیگیر مسائل حقوق بشری بودند و چون دیگر روشنفکران در دهه 50 که راه‌های دستیابی به آزادی را غیر ممکن می‌دیدند، بیشتر با اپوزیسیون داخل کشور همکاری داشتند. در کوران دوران انقلاب ایشان با کمک چند تن دیگر به نگارش قانون اساسی جدید پرداختند، همان قانون اساسی که در آن ولایت فقیه جایی نداشت و بعد آقای خمینی به زور همکاران آن را به ملت ایران تحمیل کرد که نتیجه‌اش طی این سال‌ها فساد، بی‌عدالتی و مصادره کشور ما توسط یک اقلیت شده است. به هر حال می‌نشینیم پای صحبت دکتر کریم لاهیجی که امروز در پاریس رئیس سازمان بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر هستند. آقای دکتر لاهیجی، من می‌دونم که شما در آغاز انقلاب بسیار فعال بودین در کارهای حقوقی. قبل از انقلاب هم شما به عنوان حقوقدان فعال بودین. فقط چگونه شد که شما کشور رو ترک کردید؟ یعنی چه مدتی پس از انقلاب احیانا به اجبار کشور رو ترک کردید؟ دلیل کوچ شما و یا مهاجرت شما رو مایل هستم بدونم. اجازه بدید این مقدار به عقب برم، به لحاظ این که خب کودتا 28 مرداد که شد من در سن 12-13 سالگی بودم. خب از همون زمان ما چه بخواهیم چه نخواهیم شدیم اپوزیسیون. صحیح. در حال کودتایی شده بود حکومت ملی دکتر مصدق رو که اون موقع برای ما واقعا یک بیشتر از جنبه ایدئالی داشت. درسته.
و بعد من وارد دانشگاه شدم. برای یه چند سالی من فعالیت های سیاسی میکردم، منتها در چارچوب فعالیت های جبهه ملی. یعنی عضو جبهه ملی بودید؟ بله، عضو جبهه ملی من بودم و حتی نماینده جبهه ملی، یعنی عضو کمیته دانشگاه و وابسته جبهه ملی بودم، نماینده دانشکده حقوق بودم. و اون زمان جبهه ملی هم این شعارش این بود که جبهه ملی یک جبهه قانونی است و فعالیتش فعالیت های قانونی است. برای من همیشه در دوران جوانی من طرفدار فعالیت های قانونی بودم، یعنی فعالیت های علنی. صحیح. اون زمانی که نمیشد فعالیت های علنی کرد، یعنی متضمن خطراتی بود، ما یا این فعالیت ها رو نمی کردیم یا همی که در اول یک وضعیتی بوجود می آوردیم که برامون تولید گرفتاری نکنه. مثلا من از 1150 که برای اولین بار من تونستم به خاطر همون فعالیت های دوره دانشجویی که چند بارم دستگیر شده بودم پاسپورت گرفته بودم و خب بیشترم به خاطر مسائل حرفه ایم، چون از همون ابتدای وکالتم من در رشته حقوق بین الملل و در حال کارهای بین المللی بیشتر تخصص داشتم. خب من در برای اولین بار پاسپورت گرفتم و به خارج از ایران اومدم و از همون زمان چون پیش از اون اسم امنیستی اینترنشنال سازمان عفو بین الملل رو شنیده بودم، به لندن رفتم و با اونها گفتگو کردم و به هر سفری که می اومدم با دیگر سازمان های حقوق بشر، من تمام این فعالیت های ما غیر علنی بود. بعدی هم که سال 56 ما اومدیم جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر رو به طور علنی و قانونی تأسیس کردیم، حتی درخواست ثبت دادیم، بعد جمعیت حقوقدانان ایران، فعالیت های ما همیشه دیگه فعالیت های علنی بود. بعد از انقلاب هم میدونید ما از بازرگان به من پیشنهاد اول به توسط آقای احمد صدر رئیس جوادی دوست مشترک ما وزارت دادگستری و وزارت آموزش پرورش، من نپذیرفتم به خاطر اینکه به ایشون هم میگفتم که این دوتا جمعیت برای ما حکم دوتا نوزاد رو داره. من 7-8 سال فعالیت های مخفی و غیر علنی داشتم و تازه این جمعیت ها داره پا میگیره، اجازه بدید که ما به همین فعالیت ها ادامه بدیم. بعدم به عنوان حقوقدان من شروع کردم با سه دیگه از همکارامون اولین طرح قانون اساسی رو ما داریم. البته البته اون طرح رو متاسفانه اول در شورای انقلاب یه تغییرات دادن و بعد هم اصلا کنار گذاشتن و قانون اساسی جمهوری اسلامی فعلی نوشتن. ولی منظورم اینه که تمام فعالیت های من بعدم در حال به عنوان مسئول جمعیت حقوق بشر اعتراض نسبت به اعدام های درست مسئولان رژیم گذشته، ولی در حال اعدام های خودسرانه بود، اعدام های قضایی که نبود، محاکمه ای که نبود، یه آخوندی به حکم حاکم شهر اونجا میشست یه 10 دقیقه 15 دقیقه 20 دقیقه یه ساعت یکی رو بازجویی میکردن، بلافاصله میرفتن اعدام میکردن. بنابراین ظرف سالهای 58 تا 59 من در رأس این دو تا سازمان سعی کردیم که در حال جمهوری اسلامی ببریم به طرف یک راه و روش و در حال رفتار عاقلانه به مصلحت هم مردم ایران و هم به مصلحت حکومت. ولی متاسفانه این تلاش ها و کوشش ها به جایی نرسید و به خصوص بعد از نخست گروگانگیری کارمندان و دیپلمات های سفارت آمریکا و بعد هم شروع جنگ ایران و عراق، روز به روز شرایط در ایران سختتر و سختتر شد تا اینکه در اردیبهشت ماه سال 60 که کم کم من حس میکردم روز به روز داره دامنه خطر بیشتر و بیشتر میشه، دیگه به خونه من ریختن، البته در غیاب من. به چه دلیل؟ به دلیل همین فعالیت ها. صحیح. خب بیرید شروع کرده بودن در رو ادبینه، درست از سالگرد انقلاب، یعنی یادم روز 14 اسفند بود و ما مثل همیشه برای بزرگداشت دکتر مصدق رفته بودیم به احمد آباد، هر سال ما میرفتیم دیگه. موقع برگشتن
دیدم که بالای روزنامه صفحه نخست روزنامه کیهان من و آقای احمد صدرآیس جوادی که میدونید وزیر دادگستری و کشور و دادگستری به قول خودشون برای ما افشاگری کردم. در اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد سال 60 ریختم خونه ایوان. روز به روز متاسفانه حلقه محاصره تنگتر و تنگتر شد و خب از تابستون سال 60 به بعد، یعنی بعد از انفجار نخست وزیری، دیگه شروع کرده بودند به اصطلاح ریختن تو خونه ها و مرتب یادتون هست شما موقع اینجا بودید، ولی هر شب اسدالله لاجوردی که داستان انقلاب بود می اومد پای تلویزیون و می گفت اگر از مخالفان جمهوری اسلامی رو ما کسانی رو در منزل کسی دستگیر کنیم، صاحب اون منزل رو هم ما بازداشت کنیم. خب واقعا من اون خونه‌ای که بودم، خونه یه مرد محترم بازاری بود، واقعا احساس خجالت میکردم، برای اینکه خب اگر به خونه اون میریختن و منو میگرفتن، برای اون هم مسئولیت داشت. میشه فهمید. و روز به روز شرایط سخت‌تر و سخت‌تر شد تا آخر سال 60 دیگه، چون این خونه گردی ها و اینها زیادتر شده بود و دیگه همون به اصطلاح سوراخی هم که ما خودمون رو توش قایم میکردیم، اون هم دیگه امکان تعبیهش نبود. این بود که من واقعا برخلاف نیل قلبی و چیزی که هرگز فکر نمیکردم ممکن بود. ما همیشه گفته بودیم هرچند مبارزه ما مبارزه قانونی بود، ولی ما خب زندانش رو ما دیده بودیم. حتی بعد از اون دو سال بعد از جمهوری اسلامی ما فکر میکردیم یه وقت مثلا ممکنه یه تیر قیبی هم نازل بشه و ما رو از بین ببره، ولی من هرگز فکر نمیکردم در ارتباط با فعالیت های من به عنوان حقوقدان یا به عنوان مدافع حقوق بشر ناگزیر بشم از ایران فرار کنم. فرار از در تربیتی که پدر مادر من به من داده بودن یک امر زشتی بود. میگفتم فرار کار دزده، کار آدم متخلفه. به خاطر همینه من یادم روز 28 اسفند من از ایران خارج شدم، یعنی از تهران با یه اتومبیلی ما رسوندن به تبریز. شب تبریز خوابیدیم و فردای اون ما رو بردن به طرف خوی و موقع سال تحویل با چون یه رادیوی کوچیکی هم اون کسی که من رو می برد، البته چون واقعا آدم بسیار نازنینی بود، البته اسمش قاچاقچی بود ولی واقعا با اون صورت هم قاچاقچی نبود. موقع سال تحویل ما توی کوههای بین در حال ایران و ترکیه بودیم دیگه. پس تا خوی اونجا شما با اتوبوس رفتیم بعد تا اونجا تا با اتومبیل رفتیم و از اونجا دیگه افتادیم توی چیز. برف زیادی هم بوده، 3-4 شب هم توی راه میرفتیم شبا و روزا ما رو توی آغل گوسفند نگه میداشتن به خاطر اینکه اگر در حال یه وقت پاسداری یا مرزبانی چیزی ما رو نبینیم. ولی یادم میدش شب چهارم نزدیکای صبح بود، از صدای سرها میفهمیدم که ما داریم نزدیک یه ده میشیم. اون بلد من به من گفتش که منم گفت بودم من یه حاجی بازاری هم، یعنی که من میگفت حاج آقا، گفت ما دیگه از مرز ایران رد شدیم وارد ترکیه شدیم. من واقعا بلند بلند شروع کردم گریه کردم. اینو بدون تعارف به تو میگم، گفتم از نظر تربیتی برای من فرار یک امر بدی بود و فقط آدم‌های بدکار، آدم‌های متخلف باید فرار می‌کردن. من گفتم من چه کردم برای کشورم که الان باید از ایران فرار؟ شما حقوقی قضایا رو می‌دید؟ همین، حقوقی اخلاقی. حقوقی اخلاقی، چرا از ایران فرار؟ من چه کردم برای این مردم و برای این کشور که الان باید از ایران فرار کنم؟ خانواده شما چگونه ایران رو ترک کردن؟ اونها هم به همون ترتیب، البته از طریق کوه؟ بله، اونها هم در اواخر شهریور سال 61 یعنی 82، البته اونها چون تابستون بود اون مشکلات من رو نداشتن، خوشبختانه پاسپورت هم داشتن. من ترتیب داده بودم که در ایران ویزای فرانسه رو هم گرفته بودن، یعنی که بمجرد که خودشون رسونده بودن به اون ور مرز تونستم وارد فرانسه بشم و در اول اونجا
به من بپیوندن. حالا پس از گذشت 31-32 سال آقای دکتر لاهیجی، با مسئولیت‌های حقوق بشری که شما در اروپا دارید، در جامعه بین الملل و جامعه ایرانی، بفرمایید چه عواملی باید باعث بشه که شما میل داشته باشید به کشور ایران بازگردید؟ ببینید، وقتی ما میگیم فعالیت برای حقوق بشر، البته الان من از 15 ماهی که یک مسئولیت بین المللی هم دارم، برای که من رئیس یک سازمانی هستم که در این سازمان 178 سازمان ملی عضو هستند از بیش از 120 کشور و از جمله از ایران و از ایالات متحده آمریکا. و این اعضا شاید حدود 10 جامعه دفاع از حقوق بشر هست که اینها به اصطلاح در تبعید هستند و از جمله در ایران چند تا کشور، ایران، ویتنام، برمه، این بقیه کشورها در کشور جامعه ها در کشور خودشون فعالیت میکنن. برای چی؟ برای اینکه وضعیت حقوق بشر در اون کشور بهبود ببخشن. برای طبیعی است که همجوری که ما این سازمان رو در ایران تأسیس کردیم، نگاه ما به طرف متوجه ایرانه. بنابراین اون روزی که این فعالیت ها دو مرتبه امکان انجامش در ایران باشه، خب مسلمه که ما باید برگردیم به ایران و در ایران فعالیت بکنیم. به خاطر همینم یه 10-15 سالی ما تلاش کردم، کوشش کردم و تا دو مرتبه یک نهادی به اسم کانون مدافعان حقوق بشر توسط 5 تا از همکارای من به جمله شیرین عبادی در ایران آغاز به کار کرد، آخرای دوره هاشمی رفسنجانی. بله. ولی خب میدونید که در باروی کار آمدن دولت احمدی نژاد کانون رو هم بستن و بعد هم به مرور برای همکارای ما تولید اشکالی و مشکلات زیادی کردن. الان 2 تا از همکارای ما، آقای عبدالفتاح سلطانی و آقای سیف‌زاده، در زندان هستن. خانم نسرین ستوده میدونید 1 سالی سلطان شده. بله. چند نفر دیگه و از جمله شیرین عبادی به بیرون اومدن. بنابراین فعالیت های ما در خارج از ایران یه فعالیت های غیر عادیه. یعنی اون روزی که امکان این فعالیت ها باشه در ایران، بدون این که بخوام دو مرتبه شما رو با حبس و زجر و شکنجه و تلویزیون دولتی و حالت توبه و استغفار پاداش بدن، مسلمه که این فعالیت ها باید دو مرتبه از ایران از سر گرفته بشه، حالا یا توسط من یا توسط کسای جوانتر از من، همکاران شما. بفرمایید که در ناصیه رژیم جمهوری اسلامی میبینید که در آینده نزدیک یک چنین جوی به وجود بیاد؟ من فکر میکنم این یک، حالا من نمیخوام بگم یه جو تاریخی است، ولی در حال با همه فشاری که ظرف این 35 سال جمهوری اسلامی بر مردم ایران آورده، ولی میدونید هنوز مقاومت مردم از بین نرفته، نه در حوزه فعالیت‌های دفاعی، نه در زمینه کارهای سیاسی و به خصوص در فعالیت‌های اجتماعی. وقتی یه چند تا جوان می‌بینن که ساختن یه ویدئوی هپی ممکنه به دستگیری اونها منجر بشه، ولی این کار رو می‌کنن، یعنی که بنابراین جمهوری اسلامی نمی‌تونه فقط با داغ و درفش و فشار تمام روزنه‌های تنفس در ایران بزنه. وقتی همکارای ما سلطانی، ستوده برای دفاع از زندانی سیاسی میرن 3 سال، 4 سال، 5 سال زندان میکشن و بعد هم میان بیرون ولی توبه نمیکنن و کارشون ادامه میدن، برای اینکه جمهوری اسلامی نتونسته همه این منفذها رو مسدود بکنه. بنابراین آره، من این امید رو دارم که دو مرتبه این فعالیت ها، حالا مسلمه که درجه خطر و ریسکش کم نیست، ولی روز به روز این امید رو من دارم کمتر و کمتر بشه و نسل جدید بتونه این فعالیت‌ها رو ادامه بده. بعد شما به عنوان یک حقوقدان میدونید که مسئله بزرگی که ملت ایران در داخل کشور داره مسئله حقوقی است، قوانینی است که اونجا حاکم شده و دگرگونی بزرگ اونها دارن تولید میکنن، با حضور همین زندان‌هایی که اشاره کردید، دستگیری‌ها و دلایلی که اصلا اگر بخواد قانونی نگاه بکنید شاید دلایل پوچه. بعد این رو سر سامان دادنش کار ساده ای نیست، چون این قوانین بیشتر جنبه مذهبی داره، درسته؟ بسیار کار مشکلی است. ببینید ساختن به اصطلاح عقب ماندگی ها یا نابسامانی ها یا خرابی های
تکنیکی کار زیاد سختی نیست. شما میدونید که در اثر این بایکوت ها مثلا صنایع ایران از کار افتاده، سیستم ترابری ایران، حمل و نقل به خصوص هوایی ایران فوق العاده فلج شده، این سقوط هواپیماهای ارتش. خب اینا رو به مجردی که این مشکلات برطرف بشه، این بایکوت ها از بین بره، ممکنه ظرف 6 ماه یه سال دو سال برطرف کنه، ولی یه جامعه دیگه توش قانون حکومت نمیکنه، یه جامعه که دادگستریش رو به تمام معنی زیر رو کردن، یه عده کسانی که هیچگونه تخصصی و تحصیلی و صلاحیت اخلاقی برای تصدی مقام قضا ندارن، اینها رو آوردن به عنوان قاضی، چه در دادگاه های عادی چه در دادگاه های انقلاب، سرنوشت و زندگی مردم رو دست اینها دادن. حقوق اصلا از جامعه ایران رخت بربسته برای ساختن یک جامعه قانونمند، برای ساختن یک نظام حقوقی جدید. متاسفانه جامعه ایران حداقل نیاز به دو نسل یعنی 50-60 سال زمان داره، و این بزرگترین ضربه ایست که جمهوری اسلامی طی 35 سال گذشته به جامعه ایران و به کشور ایران زد. و اینو من با تأسف به عنوان کسی میگم که 60-65 سال از زندگیش رو صرف حقوق کرده، از روزی که در 1958 1937 من وارد عرصه حقوق شدم. من این رو واقعا به عنوان یک فاجعه میگم که بر جامعه ایران نازل شده و متاسفانه راه بسیار پیچیده و سختی رو در آینده ایران ما در پیش خواهیم داشت. با سپاس فراوان از شما. سپاس گزارم آقای جلالی. و اما بحث اصلی که ما پیگیرش هستیم، تلاش 100 ساله ملت ایران است. عواملی که این کوچ بزرگ جامعه ایرانی را نیز در بر می‌گیرد. بررسی تلاش 100 ساله ملت ایران برای به دست آوردن آزادی خود داستان غم انگیزی است، زیرا ملت ایران از بیش از 150 سال پیش در این راه شهید داده. درست است که در دوران پهلوی ها استبداد نیز حاکم بود، ولی جامعه و اندیشمندان آن در پی راهیابی و دسترسی به حقوق سیاسی و سهیم بودن در سرنوشت خودشان بودند. تا اندازه زیادی هم موفق شدند، اما عدم دوراندیشی حکومت و سهل انگاری در سهیم کردن ملت در کلیه کارها زمینه را برای بهره برداری و سوء استفاده یک قشر عقب مانده جامعه مهیا کرد. حالا البته تفسیرهای کاملا متفاوتی از اینکه به چه دلیل این بلا بر سر ما نازل شد وجود دارد، که ما به همین دلیل با عده بیشماری این شکست را مورد بررسی قرار می دهیم. اولین برنامه تلاش 100 ساله را آغاز می‌کنیم با دیدگاه یک پژوهشگر تاریخ، استاد دانشگاه اصفهان، که او هم مجبور به ترک وطن شد و اکنون مقیم لندن است و در ضمن بنیانگذار بزرگترین کتابخانه ایرانی خارج از کشور، دکتر ماشاءالله آجودانی. آقای دکتر آجودانی، شما با تجربه تاریخی که دارید و نویسنده چندین کتاب در رابطه با مشروطیت ایران هستید و همچنین محقق، بفرمایید که چگونه است ملت ایران طی 100 سال گذشته با وجود اقدام‌های مختلفی رو که برای به دست آوردن آزادی کرده نتونسته به آزادی دسترسی پیدا کنه؟ ببینید، مسئله آزادی یک امر درونی و فرهنگی نخست، و ما در 100 سال گذشته که منظور انقلاب مشروطه است، یک جامعه سنتی عقب مونده بودیم که این جامعه سنتی عقب مونده با یک فرهنگ جدید به دنیای جدید آشنا شد و این دنیای جدید بر او وارد شد، یعنی ریشه در فرهنگ ما و سنت ما نداشت. در حالی که آزادی که شما در غرب میبینید یا قانونمندی که میبینید در طی قرنها تلاش و با بنیادهای مدنی خودش در غرب به وجود آمد
ولی ما یک کشوری بودیم که یک کشور سنتی، حتی توانمندی‌های تاریخی و فرهنگی خودمون از دست داده بودیم. در سراشیب انحطاط این تفکرهای جدید بر ما وارد شد. و جالب اینه که در جریان انقلاب مشروطیت ما بر اثر شرایط تاریخی نابهنگامی که داشتیم، خود مبحث آزادی با اینکه خیلی ازش حرف می‌زدن، اما در عمل به کنار گذاشته شد. یعنی وقتی که رضاخان و رضاشاه بعدی، رضاخان بر سر کار میاد، سردار سپه، موقعی هست که خواست اساسی انقلاب مشروطیت که سه خواست اصلی بود، یکی ایجاد حکومت مقتدر مرکزی، دو ایجاد تجدد و مدرنایزیشن، یعنی ایجاد دادگستری، جاده، آوردن راه آهن، سیستم آموزش پرورش، ارتش جدید، همه اینا جزو خواستای انقلاب مشروطه بود. سومین خواستش هم آزادی و حق مشارکت سیاسی بود و که در پارلمان و در قانونمندی و حقوق قانونی ملت خلاصه میشد که حق حاکمیت از آن ملت ایران. ما وقتی به اواخر که میرسیم، یعنی مجلس های چهارم رو رد میکنیم، به دوره رضا شاه که میرسیم، قبل از اون که گفتم حتی سردار سپه وقتی میاد، دیگه خود به خود ملت به این نتیجه رسید که آزادی رو کم کم تقلیل داد در این پروسه کلی، خیلی از آزادی حرف نزد. چیزی که برایش محوریت پیدا کرد ایجاد یک حکومت مقتدر مرکزی بود و مدرن کردن جامعه ایران. و به همین جهت رضا شاه این کار انجام داد. یعنی رضا شاه وقتی اومد، من در پایان کتاب مشروطی ایرانی از او گفتم اون قهرمان توانمند و مقتدر مشروطیتی بود که در آن مشروطیت دموکراسی در پای درخت استقلال و آزادی ایران قربانی گردیده بود. بنابراین اگر به لحاظ تاریخی پرسش شما جواب بدن، این بود که ما در یک پروسه تقلیل مفاهیم دموکراسی و آزادی در غرب و کم و بیش بد میفهمیم، چون از یه فرهنگ دیگه اومده بودیم که با این مفاهیم آشنا میشیدیم. بعد در داخل ایران هم به جهت ترس از دو استبداد به اصطلاح تاریخی ریشه دار، استبداد سیاسی و استبداد مذهبی، مرتب اینا رو تقلیل میدادیم. از بحث آزادی به آسانی نمیشد در ایران ازش چیکار کرد حرف زد. چرا؟ برای اینکه دو صد سکندر مقابلش بودن. به همین جهت تحولات اجتماعی در جامعه ما بیشتر گسترش پیدا کرد به طرف تجدد و مدرنیزاسیون و ایجاد یک دولت نسبتاً مدرن. این تحول تاریخی بود که نتیجهش اینه که ما بعد از 100 سال، 102 سال از انقلاب مشروطه گذشته و بعد از 150 سال از نهضت قانون‌خواهی، همچنان دنبال حکومت ملی بگردیم، همچنان دنبالشی آزادی های سیاسی و مشارکت سیاسی باشیم، همچنان دنبال آزادی مطبوعات و آزادی های اساسی جامعه باشیم. بنابراین اگر صحبتم رو خلاصه بکنم، این بود که نخست یک کشور که سنتی عقب مونده در سراشیبی انحطاط با مفاهیم جدید آشنا میشه و این مفاهیم رو هم کجدار و مریض میفهمه. وقتی هم که اونجوری که کجدار و مریض میفهمه تو جامعه میخواد تر بکنه، با دو صد سکندر، صد سکندر استبداد دینی و استبداد سیاسی روبرو میشه، شروع میکنه به تقلیل دادن. حاصل این تقلیل ها به اینجا ختم میشه که سرانجام وضعیت نابهنجار تاریخ مملکت ما این فضا رو ایجاد میکنه که دموکراسی رو نمیشه در این جامعه به دست آورد، از آزادی نمیشه، ولی میشه از تجدد حرف زد، میشه از دولت مدرن حرف زد، میشه از سیستم جدید حرف زد. در نتیجه تجدد وارد میکنن بدون اینکه بنیادهای لازم و برای ایجاد گسترش حقوق سیاسی و بنیادهای آزادی مردم نقش بزنن یا به وجود بیارن یا استمرار بدن. نظر شما در ارتباط با قیام مردم در دوره حکومت دکتر محمد مصدق و یا اصلا سال 57 چه است؟ ببینید، تمام اینها در واقع اگر نگاه بکنید، به قول دوره محمد مصدق بیشتر باز مسئله استقلال مطرحه و استقلال سیاسی ایران اهمیت داره.
درک آزادی بازم محدوده. گرچه در دوره مصدق به اعتقاد من نخستین باری که مطبوعات به معنای واقعی تو جامعه ما آزاد میشن و دولت مصدق سعی کرد که بنیادهای دموکراتیک تا اونجایی که امکان پذیره رعایت بکنه. یعنی واقعا اگر بین دولت‌ها ما در اون دوره نگاه بکنیم، تنها دولتی که نشون داد که به آرمان‌های آزادی خواهانه تا حد زیادی وفاداره، دولت مصدق. اما واقعیت اینه که مسئله دولت مصدق بیشتر مسئله باز استقلاله، نه آزادی. استقلال سیاسی ایران در اهمیت و در درجه اول. اما به انقلاب ایران که برگردیم، دو شعار داره، دو شعار اصلی داره، یکی آزادی، استقلال، و بعدم یک پسوند نابهنگامی به نام جمهوری اسلامی. به عقیده من اینو بارها گفتم که انقلاب ایران اگر دلایل مختلفی بخوایم برای این انقلاب طرح بکنن، مثلا به لحاظ اقتصادی میشه گفت این دلایلشه، به لحاظ سیاسی میشه بگه این دلایل، اما از من آدم اهل فرهنگ بپرسم به دلایل فرهنگی دلایل انقلاب ایران چی بود، همچنان که بارها پیشتر گفتم میگم جهل ملت ایران نسبت به تاریخ خودش، نسبت به فرهنگ خودش و نسبت به موقعیت تاریخی خودش. چرا؟ برای اینکه ما شعار آزادی رو میدادیم و در جستجوی، وقتی میگفتیم آزادی، منظور ما آزادی سیاسی بود، آزادی مشارکت سیاسی بود. ما نه تنها با این انقلاب آزادی های سیاسی به دست نیاوردیم، نه تنها استقلال به معنای واقعی به دست نیاوردیم، بلکه همه اون آزادی های مدنی رو هم که در حکومت های پهلوی به دست آورده بودیم اونا رو هم از دست دادیم. حالا تفاوت این آزادی ها رو بگم. در دوره پهلوی من و شما آزاد بودیم، هر دین و مذهبی داشته باشیم وارد دانشگاه بشیم، کسی رو به خاطر بهایی بودن، کلیمی بودن، نمیدونم ارمنی بودن، از تحصیل محروم نمیکردن، از شغل و امکانات محروم نمیکردن. من و شما آزاد بودیم هر موسیقی که دلمون میخواد گوش بکنیم، لباس بپوشیم. آزادی های فردی و در جامعه اگر در سیاست مداخله نمیکردید، همه جور آزادی های مدنی رو داشتید. این آزادی های مدنی خب دستاورد های انقلاب مشروطه بود. ما زنان ایران اگر اون آزادی ها رو در دوره حکومت پهلوی نمی داشتن، همین حکومت اسلامی برخوردی بدتر از طالبان با زنان ما می کردن. وقتی صحبت آزادی هم می کنیم، این نکته هم بگم، ما از پس انقلاب مشروطه بسیاری از آزادی های مدنی رو در ایران به دست آوردیم. شما ببینید ایجاد دادگستری، ایجاد آموزش پرورش و اصلا ثبت احوال اسناد، همینه که شما ثبت اسناد داشته باشین که املاکتون رو ثبت بکنن، محفوظ بکنن و دیگران نتونن تعدی بکنن، حفظ بخشی از حقوق و آزادی شماست. و ما اینا نفهمیدیم. ما همیشه فکر کردیم که آزادی فقط آزادی چیه؟ سیاسیه، حق مشارکت و رد. متاسفانه میگم این آزادی سیاسی بنیانش در ایران نتونست شکل بگیره، ریشش هم در انقلاب مشروطه بود، برای اینکه ضرورت‌های تاریخی طوری بود که اینو زدن کنار و اهمیت دادن، اهمیت پیدا کرد استقلال مملکت، ایجاد یک حکومت مقتدر مرکزی که بتونه مملکت جمع بکنه، امنیت ایجاد بکنه و نهادهای مدنی جدید و وارد ایران بکنه. بنابراین این پروسه تاریخی دراز مدتی بود که چرا ما امروز هنوز به اون خواستها رو داریم چیکار می‌کنیم؟ تکرار می‌کنیم. یعنی همون حرفایی رو می‌زنیم که پدران ما می‌زدن. آرزوهایی داریم که پدران ما در انقلاب مشروطه داشتن. ولی در ضمن هم همین امروز بسیاری از آزادی‌های مدنی رو که هنوز جمهوری اسلامی هم نتونست از ما بگیره، هنوز حاصل همون انقلاب مشروطه است که در جامعه ما زنان میتونن تحصیل بکنن و مردها میتونن از امکانات تحصیل آموزش سراسری برخوردار، این آزادی‌های زن دیگه و آزادی‌های مدنی دیگه. این آزادی‌های مدنی رو ما از دوره مشروطه داریم، وگرنه اینها به این آسونی حاضر نبودن این چیزها رو به مردم ما بده. با سپاس فراوان از شما. قربان شما، متشکرم، امیدوارم که موفق باشید. با ما همراه باشید با بررسی هرچی بیشتر تلاش 100 سال ملت ایران برای دستیابی به آزادی طی هفته های آینده. در نگاه به کوچه ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم.
ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز را.